ارز میکنم خدمت شما دوستای عزیز و گل وقتتون بخیر باشه بچه اومدم در رابطه با ترمیم معدلی صحبتی رو داشته باشم یه سری یک سری خبرها یه سری حرفا یه سری امیدواری یه سری عدم امیدواری ها کلن خیلی خبرها قاطی شده ایجاد شده توی این چند روزه و من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم که احتمال اینکه آموزش پرورش شاید مثلا دو هفته دیگه یک ماه دیگه به خاطر این شکایتی که در واقع ازش شده و مشکلاتی که براش به وجود اومده و رسما به خاطر همین شورای عالی انقلاب و کلا یه سری صحبت های پشت پرده داشتم میگفتم بچه ببخشید ویدیو رو قطع کردم به خاطر این صحبت های پشت پرده ای که شده به احتمال خیلی زیاد به احتمال ببین نه نه به احتمال خیلی زیاد نه اما به احتمال زیاد فرصت مجدد ترمیم داده میشه خب اما یه ریسکی این وسط وجود داره اونم بچه های کنکوری هستن اگر اگر پشت کنکوری هستی و به هر حال داری برای کنکور میخونی یعنی با وجود این حالا نمره هایی که گرفتی ترمیم بدی که دادی با وجود تاثیر سوابق خیلی زیاد 50-60 درصدی اگر باز هم نشستی برای کنکور میخونی تو امیدوار باش چون تو ریسکی نمی کنی عملا چون تو داری میخونی تلاش میکنی حالا اگه ترمیمم اضافه بشه که چه بهتر میتونی به راحتی ترمیم کنی اما اگر کسی که دانشگاه حالا قبول شده دیگه الان وقت ثبت نامه دیگه یعنی ثبت نام تقریبا میتونم بگم فقط دانشگاه پیام نور تا شنبه هستش و آزاد تا آزادم فکر کنم تموم شده دولتی ها که همون چند روز اول کلا تموم شدن کسایی هم که خب حال این ریسک رو کردم و دانشگاه نرفتم به حساب ترمیم خب برحال کاریه که شده شما منتظر بمونید اما اگر دانشگاهی قبول شدی یا رشته قبول شدی که نسبتا خوب بوده و دو دل بودی بین رفتن و نرفتن به نظرم اگه موندی بزرگترین اشتباه رو کردی بزرگترین اشتباه امسال همه مردود شدن برای کنکور زبان و ما داشتیم میدیدیم چقدر افتضاح بود حالا بچه های زبان 28 درصد تاثیر معدل حتی عملا طرف نمرش 12 باشه بره کنکور زبان 70 درصد بزنه شهید رجایی تهران رو هم میاره چه برسه به اینکه حالا بخواد یه دانشگاه دولتی یا روزانه بره کلا زبان وضعیتش خیلی خوب و توپ هستش اگه زبان هستی به صورت کلی میتونی این امید رو داشته باشی که با امید زیادتر درس بخونی چون چه ترمیم بدن چه ندن تو قبول میشی با یه مقدار تلاش ولی بچه های دیگه منتظر ترمیم باشن